انسان‌های متقی کی هستند؟ کسایی هستند که وسوسه های شیطان های انسانی و جنی در وجود از اینا تأثیر نمی کنند. بعضی کسا هستند بسیار دیندار هستند و در عصر تکنولوژی زندگی می کنند، خود بسیار فامیده می گیرند، لسانس و ماستر و دکتر هستند، شهادت‌نامه‌های بسیار خوب دارند، حداقل 12 پاس هستند، یا متعلم و یا محصل است و یا فارغ است، لکن اینا میفهمن که دشمنای اسلام همیشه بر تخریب اسلام و تخریب شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و شخصیت صحابه و شخصیت علما و هر کسی که به خاطر اسلام حرکت بکنه اونا رو تخریب میکنن. انسان‌های عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی خواستن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق جنگ فکری اصطلاحات غلطی را برای استعمال کردن که این پیغمبر مجنون است، شاعر است، این پیغمبر مثلا اهداف دنیایی داره، این پیغمبر چطور است، چطور. تا امروز ما شما میبینیم که حتی به سطح رئیس جمهورهای کشورهای بزرگ میخیزن و پیغمبری که 14 قرن قبل از این دنیا رحلت کرده، لکن می فهمند که او پیغمبر با دعوت خود، با عقیده خود، با کتاب و سنتی که برای امت خود گذاشته زنده هست. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. این حال 14 قرن از شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم تخریب میشن، شخصیت های بزرگ اسلام تخریب میشن، صحابه، تابعین، تبع تابعین، علمای اسلام و کسایی که امروز است، معاصر است، اینا هم چنان. ولی انسان هوشیار و فهمیده میفهمه که کار دشمن های اسلام است، زیاد مسلمان ها را اینال ای انسانی که الله بر از او تقوی نصیب کرده، او درک میکنه که اگر امی سخنایی که گفته میشه تو باش ما برم ببینم که پیغمبر خودش چی میگه، عملش چی هست. یک کسی بود به نام سلمان رشدی، یک کتاب نوشته کرده بود درباره شخصیت رسول الله صلی الله علیه و صحابه، بسیار گپای بیادبی گفته بود. ما یک استاد عقیده داشتیم، محمد گفت که والا این کتاب بسیار خوب شد. ما گفتیم چرا؟ گفت سبب مسلمان شدن چندین هزار در غرب شد این کتاب. گفتیم پیغمبر استاد دشنام میداد؟ گفت نه، اون مردم غرب بسیاریشان که فامیده هستن، هوشیار هستن، وقتی که یک کس یک گپ ازت گپ از او رو گوش تی گرفت، میگه سایز گپ تا رو شنیدم، تو باش که من یک دفعه پیش خودش برم که خود از این چی میگن. وقتی که اینا مراجعه کردن که خوبی پیغمبر رو که قدری بد میگه، باشی پیغمبر رو ببینیم که خودش چی گفته، واقعا نمی گپ هست. وقتی که من قرآن عظیم شوان رو باز میگه که قرآن خود کلام الله هست، و وقتی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله میبینه که پیغمبر سیرتش رو میخوان ببینه که چی شخصیت عالی و چی شخصیت بزرگ و چی شخصیتی که انسان ساخت، کل مردم وحشی بودن در او اصل، از وحشت مردم کشید در مناطق مختلف، انسان هم میخورد، ولی همی پیغمبر امت را به جامعه تقدیم کرد که اینا واقعاً چراغای روشنی در جامعه بدن. چندین هزار به خاطر کتاب سلمان رشدی مسلمان بشد. امروز بسیاری کسایی که وقتی که اینا گپ میزنن حداقل اینا سعی میکنن که چی حالت است، اما متاسفانه در غرب بسیاری کسا مسلمان میشن، لکن بسیاری مسلمان های خود ما که در جهل بسیار عمیق است، ای به یک دسیسه یک کلپر یک دشمن الله و رسولش بازو میخیزن، عقیده خود خراب میکنن و باز میخیزن تحت تاثیر تبلیغات از اونا قرار میگیرن. اینا انسان مسلمان چی است؟ انسان مسلمان واقعی کی است؟ مسلمان حقیقی که وسوسه های شیطان های انسانی و جنی، وسوسه چی است؟ اینمی که یک کلپ جور میشه و یک شخصیت میخواین که شخصیت را بکشن، ایر از بین ببرن، سر از تهمت های عجیب و غریب میکنن. اینال انسان مسلمان واقعی با این کلپ های دشمن های اسلام میفهمه که نمیخواد دشمن الله هست،
او که صراحتن میگه من کافر هستم، بیدین هستم، این متاثر نمیشه. اما بعض انسانهای جاهل وقتی که ببینی به یک خبر، به یک کلیپ، به یک تبلیغ غلط، وقت این هم دزیرش نشته میکنن که راست میگه، والا این همی قسم اول میره بسیار دوست داشتم، خالی را دوست نداشتم. کدام وقتی کدام عالم بود یک جاهل زیاد توصیف کردی، عالم گریه کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت فقط من کدام جهالت هست کی توصیف مرا میکنه؟ خوب است، کاش که نکو گفت توصیف مرا، ما چی لودگی کردیم که تو آمدی برای ما توصیف مرا میکنی؟ حال از او که آدم دوست جاهل نداشته باشه، او دوستی که مثلا عقیده را خوش نداره، او دوستی که توحید خوش نداره، او دوستی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش نداره، او دوستی که مثلا اسلام حقیقی را دوست نداره، او دوستی که مثلا خرافات خوش داره، ما به خاطر که دوستی از او را حفظ بکنیم خود شیطان اخرس بسازیم. از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، ساکت از حق چی است؟ شیطان اخرس و گنگ است. انسان مسلمان وقتی که باطل دید باید باطل باش، باید که باطل است، حق باید بگه حق است، هیچ کس خوش نداشته باشه. و تبلیغات دشمنان اسلام همیشه جاری هست.